محمد رسول الله, الله، الحي القيوم يا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دوستا ی عزیز برادران محترم در درس 19م عقیده در قران او سنت ای درس ما اقسام توحید بیان میکنیم که خود توحید در قران عظیم شان و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه قسم تقسیم بندی شده ی یک بحث بسیار مهمی است که بسیاری از دوستا وقتی که درس ها را گوش میگیرن یا سیدی ها را می شنون تو سوال برشان پیدا میشه که استاد شما امی عقیده کدام مذهب درس می یک گپ یاد بگیرین و به یادتان باش انشاءالله خو می عقیده قرآن و سنت و عقیده اهل سنت وقتی که گفته میشه اهل سنت مدعهدرمقبلبدعتاستمالمیشانحال عقیده قرن و سنتعقیده قرآن اظیمو شان است و آنچه که در احادیث صحیح رسول اکرم صل اللهعلهوسلم آمده است از ای خاطر کسایی که به قرآن عظیمو شان و سنت رسولالله صلی اللهعلیه وسلم واقعا یقین و باور دارن وعقیده خد ازی گرفتن در مسئله عقیده هیچ بین فقهای اسلام اختلاف وجود نداره همی عقیده که ما میخوانیم ای عقیده رسول الله صلی اللهعلیه وسلم است همی عقیده رسول اکرم صهوسلم عقیده ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی ابن ابی طالب رضی الله تالی عنهم اجمعین عقیده تمام صحابه کرام است عقیده تابعیناعام است عقیده تب تابعین کرام است عقیده فقهای اسلام عقیده امام بزرگ امام ابو حنیفه رحمةالله علیهاس عقیده شاگردای از اونا امام محمد شیبانی امام زفر امام ابو یوسف رحمهم الله عقیده ازاونا هم است عقیده امام الشافعی عقیده امام مالک عقیده امام احمد ابن حنبل عقیده امام اوزاعی عقیده داود لظاهری عقیده تمام فقهای اسلام و تمام دعوتگرای اسلام و موحدین اینمی عقیده است از ای خاطر عقیده اسلامی که عقیده قرآن و سنت است الحمدلله کسانی که اهل سنت هستن و اهل قرآن و سنت هستند و عقیده خود از قرآن و سنت میگیرن در مسئله اعتقادی کلشان موحد هستند یک تا پرست هستند کلشان از قرآن عظیمشان و از احادیث صحیح رسول الله صلی علیه و عقیده خود گرفتن از این خاطر در مذاهب فقی اختلافات عقدی ندارن اعتقادی عقیده اختلاف ندارن اختلافاتی که پیدا شده در عقیده از مذاهب اعتقادی که به بدعت مبتلا هستن گروه های پیدا شد به نام قدریه و به نام جبریه و به نام و به نام خوارج اینی گروه های رنگ, رنگ پیدا شدن که یه در تاریخ شما ببینین اونا اختلافات اعتقادی دارن اما عقیده مسلمان های واقعی که فقهای اسلام هستن مذاهب فقیه هستن تمام مذاهب فقهی یک عقیده دارن و او عقیده قرآن از و عقیده سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و از این خاطر اگر کس سوال میکنه که والا شما کدام عقیده را میخوانین؟ ما عقیده قرآن و سنت را میخوانیم اولین مصدر در نزد فقهای اسلام قرآن است اگر شما هر کتاب فقهی ره بخواهین اولین مصدرش قرآن است دومی مصدرش سنت رسولالله صلالله عله وسلم است پس اصل عقیده عقیده توحیده کی اورد قرآن ازیموشان امین آسمان به امین زمین امی عقیده را اورده و ما و شما مکلفیت داریم که با امانت پیروی از ای دو امینه بکنیم امین آسمان که جبریل امین بود با بسیار امانت و صداقت عقیده قرآن و سنت به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورد یا به شکل وحی جلی که قرآن است و یا به شکل وحی خفی که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و امین زمین رسول الله صلی الله علیه و سلم است او و بعد از شاگردای مکتب نبوت که صحابه کرام بودن با بسیار صداقت یقیده را به تابعین انتقال دادن تابعین کرام با بسیار صداقت و امانت ایره به تب و تابعین انتقال دادن و با این شکل با بسیار امانت و صداقت ایره به ما و شما مسلمان ها انتقال دادن قرآن محفوظ است احادیث صحیحه تخریج شده علما خدمت کردند از این خاطر عقیده قرآن و سنت وجود داره و تا روز قیامت ان شاء وجود می داشته باشه اما اهل بدعت که اعتقادات خود از نظریات دیگران می گیرن. یکی عقیده خود از فلان فیلسوف می گیره. یکی عقیده خود از فلان شیخ می گیره. یکی عقیده خود از فلان شاعر می گیره. یکی عقیده خود از فرهنگ فلان متاثر به فلان فرهنگ است از او می گیره. و کارشان دلشان اما مسلمان واقعی و موحد همی است که عقیده خود از قرآن از مشان و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیارد. تنها مسلمان ها چی کردن؟ علمای اسلام چی کردن؟ ما چی میکنیم مثلا؟ ما کدام ابتکاری نمیکنیم فقط آنجی که در قرآن و سنت است ایده در چوکات به زبان ساده میخواییم برای مردم خود برسانیم به زبان ساده میخوایم بر کی برسانیم؟ برای مسلمان ها برسانیم ایناله چه قسمی را میتونیم به زبان ساده که برشان شان کنیم تقسیم بندی شه تقسیم بندی که چون در قرآن عظیم شان آیات مربوط به عقیده آیات مربوط به احکام آیات اس مربوط است به قصص القرآن آیات اس مربوط است به مثلا امثال ایناله او آیات و احادیثی که هست که در مربوط به عقیده میشه اوره رو چه قسم فصل بندی و ترتیب و تنظیم بکنیم تا که آسان وقتی که من درس عقیده میتم برای مردم آسان شود یک استاد محترم دیگه که فقه درس میته او هم آیاتی که مربوط به فقه هست احادیثی که مربوط به فقه هست اجتهادات علما که مربوط به فقه است او فصل بندی و ترتیب میکنه دیگه کدام مشکل نیست در اینجا انال توحید در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن عظیم شان و سنت رسول الله هم در شش بخش بیان شده است وقتی که ما تقسیم بندی میکنیم قرآن و احادیث وقتی که دیدیم اینجا در شش بخش بیان شده بخش اول چی است توحید ذات است قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلام اول ذات خالق بر ما معرفی میکنه ذات خالق بر ما معرفی میکنه که و آیات قرآن که مشخصا در مورد ذات آمده است. اول درس شیعه است که آیات قرآن بر ما میگه که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله الصمد الله بینیاز است. چی معنا بینیاز است؟ یعنی آنچه که یک مخلوق به اون نیاز داره الله از او نیازمندی ها نیاز است مثلا ما مخلوق در ذات خود به اعضای مادی بدن نیاز دارم الله سبحانه و تعالی از اعضای مادی بینیاز است او خالق است مثلا ما انسان هستم ما به روح نیاز دارم روح مخلوق است و اگر روح نباشه جسم ما کار نمیتن پس الله سبحانه و تعالی از آنچه که مخلوق است و مخلوق به او نیاز داره به است ما انسان نیاز دارم به پسر دختر خواهر برادر مادر پدر اعضای خانواده الله سبحانه و تعالی بی نیاز است از آنچه که من به اون نیازمند هستم چرا من مخلوق هستم محتاج هستم اگر پدر نداشت نمی داشتم ما وجود نمی داشتم اگر مادر نمی بود من نمی بودم اگر من فرزند نداشته باشم احساس کمبود می کنم اگر من خواهر و برادر نداشته باشم روابط اجتماعی بسیار خراب می باشه پس من به خاطر ضرورت هایی که دارم بيوتشي زهرني يا اصدر. أما خالق صمد خالق خالق أمير بيان که قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما مشابهت داریم با دیگه انسان ها با دیگه مخلوقات مثلا اگر از نگاه تنفس با نباتات حیوانات مشابهت داریم حیوانات و نباتات هم تنفس میکنه ما هم تنفس میکنیم ایناله ما در ذات خود مشابهت داریم با دیگه مخلوقات ما مشابهت دارم با فلانی انسان یا کسی میگه والا می چشمای استاد مثل چشمای استاد قیام الدین وارث یا کس دیگه, دیگه میگه والا این بینی استاد کس مثل بینی استاد بریالی وارث یا کسی دیگه میگه والا این ریش استاد مثل ریش فلانی شیخ وارث یا کسی دیگه میگه والا می گپ زدن از استاد کس مثل گپ زدن فلانی نفر وارث پس ما در در ساختمان وجودی خود مشابهت های با دگه مخلوقات داریم در خوردن و نوشیدن مشابهت حتی با حیوانات داریم اونا هم میخورن و مینوشن انسان ها هم میخورن این حال وقت ما مشابهت داریم مثل ما یک کس دیگه هم پیدا میشه اما خالق متعال در قرآن از شان بر ما گفته که لیس که مثلی شی مثل الله هیچ کسی نیست پس شما خالق با مخلوق تشبیه نکنین اینجا هست که در ذات خالق وقت انسان میرسه اکثرا مشکل بسیاری از کسایی که گروههایی که بدعت هستن از سنت و روش رسول اکرم صلی الله علیه و آله در فهم عقیده اینا بعضی اوقات بحث جوهر میکنن بحث عرض میکنن کنن این چیزای تقسیم بندی های مخلوق سر خالق تطبیق بکنن در حالی که اگر عقیده درست باشه این تقسیم بندی هایی که در بین انسان ها هست این تقسیم بندی ها مربوط به مخلوقات میشه نباید آنچه که مربوط به مخلوق میشه در این تقسیم بندی مخلوقات ما خالق هم داخل کنیم در خالق که رسیدیم بر انسان ها و میگی مخلوقات میگیم که جوهر است خودش وجودش طول ارز و زخامت داره و ای عرض است عرض چی است میگه خودش طول عرض و زخامت نداره ای چی داره در عرض وقتی که میرسیم میگیم طول و عرض و زخامت نمی داشته باشه مثل رنگ وارست که قائم به دیگه چیزها می باشه به با این خاطر اینی مسئله جوهر و عرض و ایگه پاره که مربوط به مخلوقات میشه یله یک آیه قران جواب مگه کی لیسه ک مثلی شی شما ای مسائل جوهر و عارض و ایګه پاک است یا مربوط به مخلوقات میشه و هیچ چیز مثل خالق نه است از خاطر ای تشبیحاته نکونید پس در عقیده قران و سنت اولین بحثی که میشه در قران عظیم شان و سنت رسول الله صم ذات خالق معرفي میشه دومی نقطه توحید صفات است که صفات خالق متعال بیان میشه که اگر انسان مسلمان صفات خالق باید از قرآن از مشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و بگیرین نامهای خالق عزی بگیرین متعصفانه که بعضی از بسیار انسان های اینال در توحید صفات در قرآن از مشان صفات خالق بیان شده از این خاطر علمای اسلام کسایی که در عقیده زیاد کار کردن بر مردم فرمول بیان میکنه برادر عزیز میگه امی صفات خالق که است توقیفی هست توقیفی چی مانا؟ توقیفی مانای چی است که آنچه که در قرآن و سنت آمده به می توقف میکنی توقف از کلمه وقف گرفته شده آنچه که در قرآن و سنت از صفات خالق آمده و نامهایش آمده دمو توقف میکنی نه ای صفت زیاد میکنی نه کم میکنی و نه هم در حق اجتهاد داری حال بر ما بسیاری مردمایی که خوب دیندار و خوب متقی هست نشته میکنه که ستایش می کنم ذات را که عاشق بندگان است برادر عزیز مسیج هم روان میکنی و خود دعوتگر اسلام هم میدانی و وقت نداری که در درس عقیده بشینی که عقیده را بفهمی خودش دعوتگر اسلام به ادبی میکنه در مقابل خالق جهان استخدام کلمه عاشق به ذات زلجلال از نگاه عقیده به ادبی هست و بیادبی در عقیده کفر است یکی بی ادبی در مقابل یک انسان عادی هست تصور بکو ای دو کلمه زشته که به مادرت استعمال کرده نمیتانی به پدرت استعمال کرده نمیتانی به استادت استعمال کرده نمیتانی خفه میشه اگر کس مره بگویه که ولا این نامه را برای استاددایی عاشق فرستادم ما بسیاری وقتا شاید چیزی براش نگویم لکن قلبا از پیشش متاثر هستم میگم بسیار بیاده انسان است این چه کلمه است که برام استعمال کردی وقتی که ما یک کلمه زشته که معنای درست نداره به مخلوق استعمال کرده نمیتونیم و تو دعوتگر مسلمان که مسیج ها رو روان میکنی باز اینجا کلمه عاشق و معشوق به ذات زلجلال استعمال میکنی چرا استعمال میکنه؟ به خاطر ازی ای سیدی درس عقیده را نه خود شنیده نه فامیل خود نشان داده و نه در درس عقیده آمده و فقط اینمی قسم که والا صاحب دین دیگه هر کس که هرچی خاص خاص دیگه ای گپ سرازی است که در توحید صفات صفات الله و نامهای الله که است اینا توقیفی هستن پس تو حق نداری که صفت جدید را بر خالق بغیر غیر از آنچه که در قرآن و سنت آمده ما یک روز کل احادیث و چیز در مکتب شامل کامپیوتر کمپیوتر است کلمه عاشق قنوش کردم هیچ نامده بعضی از احادیث ساختگی و دروغی که بعضی کسا ساختن او اعتبار نداره اما احادیث صحیحی که در سیل بخاری و صحیح مسلم دینا هست تو بپال آیا بر خالق متعال کلمه عاشق و معشوق استعمال شده؟ آیا صحابه ای کرام این کلمات استعمال میکردند. یا که ما مریدان رو به سوی کعبه چون آریم چون رو به سوی خانه خمار دارد پیر ما بازو را تشریح بکنه که والا صاحب منظور از آفس شب میراج است و این شب میراج است و در شب میراج رو به سوی خانه خمار خانه خمار منظورش کیست؟ یک وقت ما در مکتب بودیم برای ما می درس داده میشد که خمار منظورش الهی عز بالله خالق متعال است و خمار از کلمه خمر گرفته شده خمر به معنای شراب است خامر کسی که شراب میخوره و خمار کسی که بسیار شراب نوش است و مست است این حال وقتی برای یک شخصیت بزرگوار یک کلمه استعمال کرده نمیتونی به یک پیغمبر به یک صحابی به ملائکه به مقدسات و باز به خالق متعال چطور جرأت میکنن که استعمال میکنن والله ما به جرأت امین مردم بسیار تعجب میکنم میکن. که استغفر الله الله مرا لرزه میگیره که تو کلمات در مقابل خالق استعمال میکنی خالق میگه سبحان ربک رب العزة عما يصفون سبحانه بوكس ربك بروردقارتو رب العزة بروردقار با عزة عما يصفون ازان چكورة توسيف ميكنا و سلام على المرسلين چرا میگن میگه و سلام است سلامتی هست سلام و رحمت الله باد بالای کی بالای مرسلین چرا میگه به خاطر ازی که مرسلین پیغمبرا بسیار با ادب بودن ادب داشتن که آنچه را که خالق خدا به او صفت کرده بود امور اکتفا میکردن کرده. ربك رب و از خود زیاد کم نمیکرده سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام على المرسلین و لله رب العالمين سومین نقطه که در قرآن عظیم و شان و سنت رسول الله صلی الله علیه آمده است توحید افعال است در این قسمت هم در عقیده میگه که باید انسان مسلمان افعال که الله به خود نسبت داده او رو بشناسه و او افعالی که مخصوص مخلوق است او افعال هم باید بشناسه و افعال خالق به مخلوق نسبت نته و افعال مخلوق به خالق نسبت نته و آنچه که مربوط خالق است او را از مخلوق تقاضا نکنه این کلش فرمولای اعتقادی هست مثالش مثلا سعی کنیم میگه افعال خالق به مخلوق نسبت نتین افعال خالق چی هست؟ یکی از افعال خالق خلق کردن است یعنی الله الله خالق و کل الله خلق و همه چیز هست آل در قرآن عظیم شان میگه که الله برای بعضی انسان ها بچه میته برای بعضی انسان ها دختر میته برای بعضی انسانها انسان پسر و دختر هر میته و بعضی کسی دیگه بعضی انسان ها از کور عقیم میسازن نه پسر برش میته نه دختر میده. الله خالق است چقدر مردم است که خودش به نام ملا و به نام شیخ و به نام سید و به نام آقا صاحب و به نام پیر صاحب صفت خلق کردن خالقه یا به خود یا به یک شخص دیگر نسبت میده یک تاویز میتمد که بچه دختر شود یک تاویز میتمد که دخترت بچه شوه як تعویز میتم متکه خدا برات بچو او دختره مقدر نکړه ما تقدیر تغیر میتم برات بچو او دختر میتم مست نهست ایواز کی مثله والسلامنا علی المرسلین وخت چره گفته شده به خاطر ازی کی پیغمبر میفهمید کی ما بچو او دختر خپله بر خود داده نمیتانم ابراهيم عليه السلام ريش سفيد ميشه ملائكه پيشيش مين باز او برش خبر ميده كه خدا تو را باش ميده خانمه ابراهيم عليه السلام فسكت و... دروي خود كات سيلي ميدنه كه آه وا د پس بيري مصيب اولاد ميشم هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين از دخلوا عليه فقالوا سلام قال السلام قوم منكرون میگه یک تعداد میمان آمدن پیش ابراهیم علیه السلام و برش سلام دادن گفت سلام علیکم شما کسایی هستین که من شما را نمیشناسم خب خلاص میمان هست دیگه فراغ اله اهلی رفت ابراهیم علیه السلام پیش اهل خود احزای خانواده خود اهل بیت خود اهل بیت چی میگه خانم و فامیل خود رفت و وقتی که پیش اهل بیت خود رفت اهل بیت خود رفت فجاء بعجل سمین یک گس، گسالی خوب چاق غذا پخته کرد کبابش کرد یا شروع کرد یا هر چی کرد آوردی رو پیش میمانای خود ما که بخورین دید که میمانا نمیخورن ابراهیم علیه السلام ترسید قالو لا تخف گفتن نترس ما غذا به خاطر از این نمیخوریم که ما ملک هستیم و به غلام علیم قرآن میگه برای ابراهیم علیه السلام اونا بشارت دادن خب ابراهیم علیه السلام بر خود بچه داده میتونست؟ نه ملائکه برش خبر دادن که الله بر تو دیست سن پیری بچه میده و سلام علی المرسلین که در قرآن میگه علت شینه که پیغمبر ادب با خالق مشناسه و غضب خدا سر یهود و نصارا به خاطر از این نازل شد که یهود به ادبی در مقابل خالق میکردن و یهود به خاطر از این لعنت خدا گرفتار شدن که خود عالم میگرفتن خد الشايخ ميقرفتان بزر مقرفتان لكن در مقابل خالق بأدب كافها يا عين صوت ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وحن العزم مني واشتعل الرأس شيبه بخان ترجمة تشمي القران يا قصه زکریا علیه السلام میگه که زکریا علیه السلام آمد به پروردگار روی خدا دور داد و رفت در بیت المقدس در اونجا بود که ربی ای پروردگار من اینی مکستم وحن العزم و منی استخانه این شده وشته على رأس پروردگار سرم سفید شده ولم اکن به که رب شقی ها ما از اولاد بچه پیش قبر کدام پیغمبر نرفتیم که برای بچه و دختر بتیم بر تو جو کردیم برای ما اولاد بتی باز الله برش میگه که ما به یحیا علیه السلام تو را بشارت میدیم این از عقیده قرآن که انسان اگر اولاد میخوای از خالق بخوای اما امروز چقدر مردم است شما برین یک روز چهارشنبه در شاید شمشیره که چقدر زنا از توغهای زیارت بچه میخواین برین سعید کنین که چقدر انسان ها سر خود در دیوار دیوار زیارت میزنه برای ما بچه بتی در دوستان وقتی که ما رفتیم در شهر ممبای اونجا زیارت آجیالی است و او طرف دیگهش که بری مندر است اون دو میگه چی فرق از بین مسلمان و اون دو ما از رام و از شام میگیم که ای بگوان بچه دیدو یا مسلمان های شما میگه که ای آجیالی بچه دیدو اون دو میگه میگه که آجیالی آرام اچی آدمی تی وام خوب آدم بود وام خوب آدم بود ما از اون خوب آدم بچه میخوایم شما از این خوب آدم بچه میخواین پس فرق میان من و تو چیست بگو What is the difference between Hindu and Muslims خودم ام هندو که ما جرا بحث داشت What is the difference مفتم there is a lot of differences don't talk I don't want to listen I want to see من نمیخوایم که کس بر ما گپ بزنن ما عملا بر من نشان بده عملا ما اون دو پیش بت میرم و از او بچه و دختر میخوایم عملا تو مسلمان از حاجی میرید میری در بمبئی بچه و دختر میخوای پس what is the هندو and مسلم تو ما ما تو یکی هستیم ما برش گفتم که نه برادر ما از خالق متعال میخوایم گفت این گپ است this is your idea where is your action کجاست عملا نشان بده گفت نشان داده نمیتونیم بیا که من نشانت بدم رفتیم صاحب در زیارت آجی علی بیس نفر از سر قبر آجی علی سر خودی تسلیم آنده دید آجی علی بچه دیدو آجی علی لرکی دو گفت یکی 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 اون دو در گرد گرده بگوان تارا تو میتا بازو تارا میره قیچی میکنن در گردن کی میپرتا اشتوکای خود در گردن در ساش میپرتا مسلمان عین تارا در گرد قبر اجمیر اون دو تبله میزنه برای رام خواندن میکنه مسلمان تبله میزنه برای قبر در اجمیر شریف صاحب پس بین ازی مسلمان و بین ازی اون دو والله پیش اون دان ما را خوش کردن خدا یارا خیر نده اگر از زبان بسیار همتا برق وارست پیش هیچ کس بند نفته لیکن عملا میفینه اینه بسید پس ما هم میزنیم شما هم دول میزنیم ما میرقصیم شما هم میرقصیم ما هم از مخلوق اولاد میخوایم شما هم از مخلوق اولاد میخوایم ما هم گرد گرده بگوان تار بسته میکنیم تارش قیچی میکنیم در گردنش چکای خود میپردیم شما هم در گرد, گرد از این قبر میکنیم فقط از ما بگوان است از شما قبر است پس چی فرق از بین ما و شما؟ ما هم در پیش بگوان میتایی میخوریم شما پیش قبر جلی میتایی میخوریم ما میله میگیریم شما میله میگیریم ځي خاطره رسول اكرم صلى الله عليه وسلم دعا وی شي وو الله قبول کرد او گفت اللهم لا تجعل قبري وثنا خدای قبر ماره مثل بتواره ناسوسي خدای قبر ماره بتواره ناسوسي او واسه اخرين مرحله حياتش گفت كه براي امت خود توصيه داشت كه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد لعنت على سر... الله سر یهود و نصاره. چرا؟ قبرهای پیغمبرای خدا سجدگاه قرار دادن پیش قبر پیغمبر سجده می کردن. پیش قبر پیغمبر ایدگاه جور کرده بودن سر قبر پیغمبر محفل می گفتن. سر قبر پیغمبر قالی نوار کرده بودن در چهار اطراف قبر پیغمبر تواف می کردن. گفت لعنت خدا سر از نازل شد رسول <سؤال> اکرم صلی الله علیه و سلم وظیفه خود انجام داده کل صحابه گفتند که نشهد و ما کل ما شهادت میدیم که ان نهک اديت الامانه یا رسول الله تو امانت ادا کردی و بلغت الرساله و نصحت العمه نصیحت کردی امته و ما هم شهادت میدیم والله واقعا که قرآن بخوانی و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بخوانی واقعا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امانت ادا کرده رسالت بیان کرده و تمام چیز مانده از تهارت تا خلافت کل چیز بیان کرده هیچ چیز از پیشش نمانده از خاطر آیات قرآن نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم امروز دین بر شما تکمیل کردم لله کامل ترین دین ما در پوانتو نظام سیاسی اسلام درس میتم در یک سنف که سیاست اسلام بخانی که در هر بخشش آیات و حدیث است در دیگه سنف اقتصاد اسلام درس میتم الحمد لله اقتصاد اسلام بزرگترین و لکسترین اقتصاد در دنیا است نظام معاملات نظام اخلاقی اسلام درس میتیم بهترین اخلاق افت زبان افت اعضای بدن افت عقیده افت شنیدن کلش در اسلام است کل چیزه که وقتی ما نظام های اسلام رو ها بخونیم چرا رسول اکرم صلی خب سومین بخش بخش توحید افعال است باز مفصل شما و شما میخوانیم منظوری از که افعال خالق متعال من یک مثالش برتان گفتم ها فعل است که اگر مثالش والحمد لله رب العالمين ان چې موږ یې سر کسایي کې مسلمان واقعي او غیر متعصباس تاثیر میکنه عمل یەک از برادران الحمدلله په سل 9000 نفر د شرک کفر مبتلا کړده بدم امروز من په حیثیت دعوتګر توحید کار میکنه د مشهره کابل تخلص خپله داییمه ده پار سال تخلصش فیصل مشهور به سید جلال آقا بود حال ان الله فیصل تخلص خود دعایی مانده میخواد که دعوت به حق بکنه اینمی وقتی که و شاهد شاهد من اهله امی نفره که مرشد نزده هزار نفر بود خودش آله میگه که من چقدر در شرک مبتلا بودم شما میتونید که از انتشارات پیام حق برنامه های زیره تقریبا ده برنامه ما فعلا جور کردیم ما خودم کسیش مصاحبه کردیم تصویرای هست تصویرای هست که با خدا برتان نشان بدم که انسان گریه میگیره کتابای رو بر ما آورد که به نام اسلام کتاب های زیر سیم اینجا سعی کنین عکس انسان کشیده عجل در زبان عربی چی میگه کی عربی میفهمه عجل چی میگن گوساله میگن کی گوساله پرست است حال فعلا در دنیای جدید کی گوساله پرستی میکنه خب اوندو در اونجا گوساله پرستی میکنه او بیچاره اوندوست مشرک است و اینجا صاحب ها صاحب گوساله پرستی میکنن بازی ها چی هستن مسلمان و پیرو پیغمبر این خوب سعی کنین تصاویرش اینجا پیش من. ما ما واس کلش کمی دیدم کتاب های دید کلش الفراق الفراق فسادن و یسعون فی الارض و یسعون شما سعی کنید در رانهای زنها که آیات قرآن نوشته میکنن اینجا در ران هم نوشته هست بعضی خانما که پیششان میره باز میگه امی چیز تا نشان بده که یک تاویز مخصوص است آیات قرآن در اعضای بدن در شرمگاه خانم ها نوشته کردن کفر از نیست این که برش که تو کافر استی میگیره وحابی ها میگه یعنی واسان گپی نمی است هر کس که قرآن خوان احترام به قرآن کردی میگه این رخ میگه والله اگر وهابی احترام به قرآن داشته باشه و تو به نام اولاده پیغمبر توهین قرآن اکنی ما افتخار میکنم که اگر من اول سر سبا تخلص خدا وهابی میمانم لعنت خدا بر از او انسانه که به این اندازه توهین و تحقیر به قرآن میکنه اونجا پایه اسکلیت است فهم لایب سیرون آیات قرآن میبینین ها؟ ما خواهد استاده این نیستیم که تو قصه بکنیم برای مردم کل چیز سند از مستند، کتابا شا، شا کلی نمی کتابا چیز است مستند کتاب هایش کل شه برای مردم آدم یعنی پیش کل این کتاب ها هست برام چی هست استاد قیام دین؟ توی میم توی میم تم تم میخوانی یا تم تم هندی اینه این از اونجا گرفته آمده باز از این طریق برای مردم اسلام چیز میکنه خوب سعی کنید تم تم هندی یا کاکایل دا پایش میبینی؟ يا كالكائل عزمت عليكم يا معشر الشياطين الموكلين على هذه العزيمة. خوب ببینن که ابلیس ارتباط دارن ندارن. مگه عزمت عليكم عزم کردم بالای شما يا معشر الشياطين؟ ای معشر الشیطان های که موكل به بیی تغیز، احراق، سوختم دل جان. اسرافیل، اسرائیل، جبرائیل، میکائیل زیر پای های ازی می‌بینی؟ در اینجا به حق بدو حب و دود به حق حلق. نام خدا را کفرچی است که نام الله را که نام شیطان یک جای کو تاکین که کن فیکون کن فیکون در دم بگش دم آیات قرآن خاصه که توهین است نیست یعنی جادوگر و تویزگرایی که قسمی تویزا میتن یا چرا کافر میشن به خاطر ازی که هو الذي خلقكم دو تشي تشكا وجعل منه الزوجين الذكر والانثى ده كوجا شنو شكر ده ده پای شنو شكا ده نكده اي ونا ده قدم و ده پای ده مسار سنيه دي نشكا ده بحق ابو مره ابليس بحق كي ابو مره ابليس يعني اي تاويزه بحق ابليس نوشته ميكنه کسی که تاویز در گردن خداویزان میکنه مسلمان است کسی که نشته میکنه مسلمان است کسی که عقیده میکنه مسلمان است خلاص چهارمین موضوعی که در قرآن عظیم مشان سر از او بحث میشه توحید عبادات است قرآن عظیم الشان ایا کن عبدو و ایا کن استعین و اله حکم واحد معبود شما معبود یگانه هست پنجمین موضوعی که در قرآن عظیم الشان است توحید تشریع و تقنین است یعنی انسان موحد که میگیم لا اله اله چی میگن کسی که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه آل وقتی که میگیم لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا الله بغیر از الله سبحانه و تعالی پس ای در قرآن است توحید تشریع و تقنین و ششومین موضوعی که در قرآن است توحید نام ها هست که 99 نام است از این 99 را صد ساخته نمیتانی و این 99 را 98 ساخته نمیدن اونمو چیزی که در قرآن و سنت است ایره علما جمع کردن و انشاءالله در بخش توحید و نام ها و صفات بازی را سرش گپ میزنیم اینا علما اسلام دانشمندای اسلام اینمی اقسامی که در قرآن عظیم شان که در توحید دمی شش باب اومده ایره در سه سه تقسیم کردن کلشان سه بخش ساختن که اول توحید ربوبیت است کدی افعال خالق کلش جار بحث میشن دوم قسم تقسیم شون چی است توحید الوهیت است که در توحید الوهیت عم توحید عبادت است و عم توحید اطاعت اطاعت از قانون است اطاعت از اوامر است یس yes. و سومش توحید اسماء و صفات است که ان شاء الله توحید اسماء و صفاته باز ما شما ام اقسام توحید است. از هفته آینده بخیر درس ما باز بخیر قسم اولش توحید و ربوبیت افته آینده بخیر شروع میکنیم والسلام علیکم و رحمت الله و برکات الله <سؤال> الله <سؤال> الله <سؤال> الله 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 از ای درس هم وقتی مکی بود که ما اسم اسماء خداوند که هست ای توقیفی است که ما نمیتونیم میره زیاد کنیم نه کم مثلا اگر اسم خداوند در قرآن و سنت آمدن نه را ما صد میتونیم و نه نوادو هشت و یک چیز دیگه ما به برادرها بگویم که اگر وقت وسواس یک چیز اضافه کنم دیگه با اجازه استاد اگر کدام وقت وسواس یا چیز شیطانی بر ما رخ میده راجع به ذات خداوند ما به می میتونیم خود تسلی بدیم که ما امید داریم که انشالله دو دنیا باز وقتی که دیدار خداوند ببینیم باز از عملیان ما نه اگر نصیب ما باشه بخیر ببینیم اونجا باز اونجا بر ما واضح میشه تو نیست که ما نمیتونیم که خداوند جلال جلال رو دی دنیا خیلی امکان نداره وقتی که دو دنیا رفتیم باز خداوند ملاقات کردیم دیدیم دیدارشه باز چیزهای است که بر ما حال واضح نیست اواجه واضح میش اسمیالله الرحمن رحیم ب اجازه استاد صیباللاه هستم یکتن از شاگردان استاد در مورد عقیده خو ه هر روزی که م جامعهم استاد درسهان نو هست هر روز یک درس می گیریم و امروز چیزی که بر ما بسیارن یعن یک موضوع نو بود یک موضوع جالب بود موضوع امی تعویز بود امروز با تاصف بسیار مردم ها را میبینیم که بسیار یعنی ظاهرا انسان های معلوم میشن که شاید از بعض موضوعات خبر باشن یعنی از عقیده اما با تاسف میبینیم که در مورد عقیده مشکلات دارن یک روز ما بهش مجد عبدالرحمن میرفتم استاد جو که کاکا را دیدم که به اصطلاح ریش هم داشت و پکول هم داشت یعنی آدمی بود که ظاهرا اتو فهمیدم شاید کسی فهمیده باشد دیگه یعنی مجاهد باشه یا کسی باشه عالم باشه او شش پیشه کسی که به اصطلاح اون دو بود همین ماندگی بود هر ما کدوم جام تیر میشدم چون در دوستای قیدا اشتراک کرده بودم وقتی که زمین پیش از من آن تیر میشدم میوه جانم میخیس که خداوند ما را قدرت بده خدا نمیشه هم میشه کردن از روز ولی در توان ما نیست نظام فزد دیدیم که کاکا پیچیده شیش که تزیب اگر کشی کرد و بیشتر هم تو چرب گاب زن ما گفتم برای این کاکا را بگویم که کاکا خدا تر نظام بده شیش تن که زمین دزدان که زمین خب نیست گفتم برایش بگم با زمین گاب دیال دم دکشورت گفتم اون دو بار از کاکا بگه که بریا و حبیاسن و تیر خدا و دگه موضوع دگه که شیطان واساثه کرد باید میگفتیم براش اما استاد شما باور بکن بعضی کسهارا که آدم بیبینه بخی متهر میشه زمو حالتش که خودشوایقدر شاید بفهم که با وندو ششتن و وبه الام تاویزگره کمک کردهنخو کفر از دگه ایاجات به گفتن نیس و دگه موضوع دگه ستاد یعنی به نظر ما اگر هر مسلمان ما که می روایت پولیدیم پولیدیم یا تعویض یک چیز نیست که در اسلام مثلا حکم باشه که باید شما حتما برین پیش مردم تعویض بگیرید درست است که در صورتی که درست باشه مشکل داشته نباشه انسان میگیره ولی امروز چون جامعه ما بسیار با جهل و گمراهی روان است بهترش همین است که انسان هر مشکل داشته پیدا میشه سوره های موعظتان که پروردگار بر ما شما را روان کرده توسط پیامبرش او را بخونیم و دیگه پیش علما حقانی و ربانی بشینیم بر ما موعظات را معلوم میکنن از اینکه پیش هر به اصطلاح ناصره برین بشینیم و باز بر ما چیز های نوشته کردن سید جلال و آقا را مو دیدیم که توبه کردن الحمدلله خداوند نصیبشان کرده اونا را که وقتی که مثلا ظاهرا میبینه درم گذشته اگر مو میدیدیم از می اینکه عالم و شیخ کلام دیگه نیست اما ظاهرا شون نمیدیم اما اینا ما امروز دیدیم که خودشان گفتن بر ما که در باطن کارهای چیز چی گپایی بوده که هزار نفر اونا د بشړ کوه په کفر او متلاقه کړم الله خینو خدا نصیب شون کړی هدايت شون ولې باید بار شک نشي په 19000 نفر ورته خلک نه فرصت چې په ثانوي او اسلام در سره دي درن اونارو چیکون بايز هدايت ازو نشو در غیر ازو مسئول نن مردم ما همستیم به اساس ان شاء الله درشه زیات گرفتیم اسم مقیم الدین است اصلا استاد پانتونی کندوز و فعلا ماسله موستری د پانتین تعلیم تربیه کابل ما از سالس 13.3 کې شاګرد او استاد هم بودم په پنتن کابل تجربه کې ازو وخت طوالې درم یاس کې پیشنهاد ما بر تمام مسلمانو خصن علما باشه هر کس کې باشه ما بزي کسایره درم کې په نوم علما هستند افزای قران هستند بزي ملاها هستند از عقیده به خبر هستند و ما خودم کسی بودم که سالها در این پروگرام اسلامی کار میکردم در درس بودم مگه از عقیده خبر بودم وقتی که انسان از عقیده بخبر باشه باز فریب کسایی که به نام ملاها و تویز هسته هست فریب از وارا میخورن و او مردم ها کسایی هستن که وقتی که بشان برین متاسفانه امی مردم جامعه را که میبینین یا متاثر از اونمو او مردم هستن هر کس را که میبینند به نام تعویز نویس یا هر کس که تعویز میاد او آقا صاحب است او معلوم نیست هر کسی که است او شراب هم میخوره آقا صاحب است دوست از مردم ماچ میکنه یا یکی یک تعدادش نماز هیچ نمیخوانه اکثریتش که ما دیدیم و یک تعدادش یک لنگی سفید هم میمانه او باز به نام مولوی صاحب یا مولا صاحب پیش از او تو کسای میره که خودشان ما اکثریت که علما هستند او مې ر به خاطر میګم چې ما 1 سال تحقیق کړم د مولد 1 سال شاګردي کړم پشه امی ولا امی تویز نه وېره یاد گرفتیم او عملانه مې لیدم په وخت کې ما خپله عقیده تر ته درس نه خونهده و دم بو جده کمې شمره استاد بودم یو ځای نه مفهمیدم او من فریب مردمو را خورده بودم و یا کسه اسن کې همیشه مردم عوام فریب میتن خودشان شراب هم میخورن تمام فساد ها هم میکنن و مردم به شک مبتلا میکنن و مردم این قدر از این مردم متاثر هستن فکر میکنن او وقتی که یک کس پیشان بیا یک تعویز که میتا یا یک یک راهنمایی بر از او میکنه میگه ایرا باز به با کس دیگه نگوین میگه ایرا برای کس اگه گفتین باز بالای با شما تاثیر نمیکنه میگه تعویز بی تاثیر میشه یا که او را می میگه دا ای مثلا دایی اینی تاویز یا یک جون یا دو جون دایی محکل است باز اگه گفتی باز اوها خبر شد چی میکنه شما سرطان تاثیری بد می در حالی که مگه اگر امیر باز کردن میگه ای را باید نبینین هر چیز را که چتیات را کنشته تاویز برای مردم اینمی کفریات میگه این با به این خاطر اگر ای که او را دید خو میفهمه یو را که بخوانی که یا معاشر الشیاطین خو باز دیگه کس قبول نمیکنه میگه این باز او هم هم تو نمیبینند میرن در حالی که ما دیدیم پاره کده موسو انداختم برای کل مردم وقتی که ما اونجا میرفتم اگه وقت باز ما میگفت که نمیگاپای را که میگم در درسایی را که ما برای تو میگم با شکل, با شکل, با که بای شیکل بای شیکل بای شیکل درساره بوخاني ذکراره بوکو یيره برکست نګوي کې باز جنيات خبره سرت تاثیر مګنه چی میکنه باز وختي کې ما کړي توحيد فامیدم تمام راز او تمام کارای کې و میګوفت ما بر مردم میګوفتم داون جنان پایو پی، باراله نشته میکنن صفات خداونده هم نشته میکنن آیات قران کریم هم نشته میکنن د تعويذات یا ته میګنن کې صفات خداونده بونای شیاطین نامه های شیاطین نام غد میکنن نامای پیامبر را با نمای شیاطین گت میکنند آیات قرآن هم است و نوشته شرکی هم است باز بعضی کسا که می میگه این خود تعویز است یا ایت قرآن است و این خود فایده داره یعنی اوتو تو نیست که تمامش نمای شرکی و شیطانی باشه ای را میکس میکنن تو که کس ببینم باز بگوی خبرو ای صفات خداوند است بسم الله الرحمن الرحیم اسم صابر دکاندار میدان هوایی در سرکاست است من خودم پنج سال پیش از این چیزا هیچ خبر نداشتم و نه علم دارم نه علم داشتم به خاطر از, از پاکستان کی که ف... سامد ما ما کارها را میکنیم میف... که چی است ما اشتکای مری شد در سرکه بردمش پیش او را نبردم گفت که تاویز بگی کس گفت که توی اولادت میمرا و چطور میشه نه آروسی هم که زیاد غریب بود پیسه میسه نبود قصد واخته کز جره رافتم پیش ازی یک تای زنم شتاک 405 پیشون گرفت خیر بری خلاصت قران شریف بود ما باور کما تون برو خاللم نبوت واخته قران شریف خواند خوانده مې راف خو بری مقبول بود خو لنګي سفيد زله بود ازو باد ک خلاصت گفتم خو سيرت تو کوم گفتي د بيغي اگر د ما ششم ي اولاد ک داشکه مادر شس ي از بين ميره ما تون ته چی فهميدي دې ما د هي ازي خاطر فهمم کې نه دري قران برت خواند ما سایک کم مکمل قران بود خاله چی وکړم ما چې ما را وځفونه س یا چیاس کوم څه زاست گفت قاضي واتاس یګی چين مشته کوم مخ پیسنه ده گفت اگر ته پیسنه ده ري اولادته میمرم ما ته خو چی وکړم رفتم نوارې سټکیدم فلان می بود کې ادر یک انگشتر طلا را بگیرم بو فروشم وخت کې خانه اومدم در خانه شتم پرسان کړم اموشتکای ما خدا خیر بده شونه عقیدې شون خوب بود وم فتک پالش دروغ اساولادم ممره چرات کنم گفتم وقت که م قت موت بود که ن اطلار سودا کریم ن دگر سودا کریم نوحما براما دما شد بچه پیداش هیچ گپ نبود بدفتتخ دروغ گفتی فم گفت دروغ نفتمبدا از قرآن برت گفتم

الحي القيوم يا سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله